تجربه لذت خرید. سلام رفقا، امیدوارم که حالتون مثل همیشه عالی باشه. من کمال علوی هستم و در این قسمت موضوع بحث ما بررسی مواردی هستش که در هنگام خرید کردن باید بهش توجه بکنیم تا یک خرید موفق و مطمئن رو داشته باشیم. شناخت نیازها. اول باید دقیق بررسی بکنیم که به چه چیزی نیاز داریم. یک مثال کوچولو باید بزنم اینجا خدمت شما دوستان، که شما به یک دستگاه آب میوه‌گیری در داخل بار احتیاج داری، ولی میری شیر سرویس بهداشتی رو از یک شرکت ایتالیایی سفارش میدی و اون رو نصب میکنی، در حالی که سرویس بهداشتی داشته با همون شیر آب قبلی کار میکرده و هیچ مشکلی هم نداشته. اما تو به خاطر اینکه نیاز واجب خودت رو نشناختی و اولویت بندی برای خریدت نداشتی، یه محصول غیر نیاز رو سفارش دادی و خریدی و اون خریدت با شکست مواجه میشه. پس توصیه من به تو دوست عزیز اینه که قبل از خرید کردن حتما توجه داشته باشی که وسایلی که لازم داری رو در زمان مناسب اونو تهیه بکنی و ازش استفاده بکنی. بعد از اینکه شما تشخیص دادید که چه محصولی لازمه، میرسیم به مرحله بعد، یعنی بررسی کیفیت محصول. در این بخش شما شروع میکنی به تحقیق کردن از اینترنت و یا مشاوره گرفتن از فروشندگان تخصصی متخصص. پس تا اینجا ما دو تا نکته رو با هم دیگه صحبت کردیم: شناخت نیازها و بررسی کیفیت محصول. مرحله بعدی چیه دوستان؟ قیمت محصوله، که اینجا شما میافتی دنبال قیمت داخل سایت ها، یا تماس با شرکت های فروشنده میگیری، به بازار میری و بعد از اینکه مقایسه کردی، یعنی اون محصول مورد نظرت رو مقایسه کردی با اینترنت، با فروشنده ها، با بازار مقایسه کردی، میتونید خرید رو با قیمت مناسب انجام بدید. اما یک خرید موفق فقط به کیفیت محصول و قیمت مناسب خلاصه نمیشه و باید فاکتورها و یا آپشنهای دیگه هم داشته باشه، که مثال بزنم براتون، اینه که تحویل سریع آسون داشته باشه، دو اینکه ضمانتنامه و خدمات پس از فروش داشته باشه، سه اینکه شرایط بازگشت و یا تعویض کالا رو هم برات مقدور بکنه. تمام این مواردی که در این ویدیو راجع بهش توضیح دادم از واجبات یک خرید موفق هستش که باید مورد توجه شما باشه تا از بروز اشتباهات احتمالی هنگام خرید جلوگیری کنه. خیلی خوشحالم که این ویدیو رو تا به همینجا دیدید و من رو همراهی کردید، و اگر مطالب این برنامه برای شما مفید بود حتما دکمه لایک رو بزنید و برای دوستانتون ارسال میکنید، شاید برای دوستان شما این نکات جذاب باشه. اگه دوست داشتید در ادامه مسیر با من همراه باشید، حتما دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله رو هم روشن کنید تا به محض انتشار ویدیو شما اولین نفری باشید که برنامه من رو میبینید. لحظات خوبی رو برای شما آرزومندم. تا برنامه بعدی، بدرود.